هستم و شما دارید قسمت هشتم آموزش پارت دیزاین رو میبینید. اگه قسمت قبلی رو دیده باشید، دیدین که راجع به اکثر دستورات پارت صحبت کردیم و راجع به مولتی سکشن توی چهار قسمت کامل توضیح دادیم و الان میخواییم یک مثال مولتی سکشن کار کنیم بدون اینکه هیچ ابعاد اندازه‌ای داشته باشیم و کاری رو از قبل آماده کرده باشیم و فقط میخوایم که در لحظه کار کنیم که ببینید چه شکلی میشه. هدف ما از کشیدن یک قلاب هستش، یک قلاب جرثقیل مانند، و خب برای اینکه این کار رو هم بکنیم هیچ اندازه‌ای در نظر نگرفتیم فعلا. خب برای شروع اول مسیر قلاب رو میکشیم، یعنی یک شمایی از قلاب رو اینجا میکشیم. صفحه وایزد رو انتخاب میکنیم، وارد اسکچ میشیم، با استفاده از دستور اسپلاین یک نقطه، دو نقطه، سه نقطه، چهار نقطه، پنج نقطه. خب این دستور اسپلاین رو جوری مرتب میکنیم که شکلی شبیه قلاب به ما بده. شاید یک نقطه دیگه ما نیاز داشتیم برای این اسپلاین، میتونیم دوباره روی این کلیک بکنیم، نقطه آخر رو انتخاب بکنیم که بعد از اون نقطه اینجا زدیم حالت نقطه اضافه کن بعد از اون، بعد از اون بتونیم یک نقطه دیگه اضافه کنیم. خب اوکی میکنیم، میایم بیرون. خب الان ما میتونیم اسپلاینمون رو اونجوری که میخوایم مرتب کنیم. خب در مرحله بعدی ما میخوایم چند تا صفحه بزنیم و سطح مقطعه های این قلاب رو بهش بدیم. خب برای شروع ما باید چیکار بکنیم؟ اول باید صفحه ها رو بهش بدیم. انتخاب میکنیم دستور پلین رو، حالت رو میذاریم رو حالت نورمال تو کرد، این منحنی رو انتخاب میکنیم. وقتی که ما اوکی رو بزنیم یک صفحه عمود بر این خط، بر راسته این خط و درست در مرکز اون، اینجا نوشته توی پرانتز میدل، یک صفحه اینجا آماده میشه. یک صفحه روی این منحنی توی این نقطه، یک صفحه روی این منحنی توی این نقطه. خب نقطه اول و آخر نقطه وسط رو ما گذاشتیم. خب حالا اگه بخوایم که به جای اینکه نقطه‌ای که وسط باشه، نقطه‌ای که توی یک چهارمش هستم یه دونه صفحه داشته باشیم، بعد چیکار کنیم؟ اینجا ما باید یه نقطه تعریف کنیم. نقطه رو انتخاب می‌کنیم و این منحنی رو می‌گیریم. حالت به صورت اتوماتیک میره رو حالت آن کرو و اگه نبود شما میتونید از اینجا انتخاب کنید که حالت آن کرو باشه. دقت کنید وقتی که چند تا حالت مختلف برای این نقطه داره که یکی از این حالت ها حالت ریشیف هستش. خب من دستور نقطه یا پوینت رو به صورت یک دستور مجزا کاملا برای شما توضیح میدم، نگران هیچی نباشید. وقتی رو حالت ریشیف میزنید، صفر به معنی اول مسیر از این سمت و یک به معنی آخر مسیر. یک جایی کلیک بکنیم مثل اینجا نشون داده میشه، این آخر مسیر. و ما اگه انتخاب بکنیم 25 صدم، ربع مسیر رو انتخاب میکنه و اونجا برای ما نقطه میزنه. دوباره یه نقطه انتخاب میکنیم، این محور رو میگیریم، این دفعه انتخاب میکنیم 0.75. یعنی چی؟ یعنی 3/4 آخر. 0.75. خب این دوتا نقطه ای که زدیم واسه ما صفحه نشده هنوز. برای اینکه صفحه بشه، صفحه رو انتخاب کنیم، حالت روی نورمال تو کرو باشه، اگه نبود انتخابش کنید، کرو این کرو، نقطه این نقطه. این نقطه رو که انتخاب میکنیم یه دونه صفحه هم اینجا داریم، انتخاب میکنیم پلن خط پوینت. خب این شد صفحه های ما. حالا روی این پلن هایی که ما اینجا داریم میتونیم اسکچ بکشیم. اولین اسکچ رو از اینجا شروع میکنیم و من دلم میخواد که اینجا یک دایره بکشم، اما اینو در نظر داشته باشید که میخوام که اون خطی که کشیدیم برای شمای قلاب مرکز دایره‌مون باشه. پس یه ذره من
صفحه رو که بچرخونم، این خدچینایی که میبینید مربوط به اسکچمون میشه و این نقطه‌ای که میبینید نقطه‌ای هستش که مربوط به خط. این نقطه رو اگه انتخاب کنیم و اینجا پروژکت بزنیم، تصویر این نقطه میفته روی این صفحه و ما الان میتونیم دایرمون رو رسم بکنیم. ولی یک موضوع خیلی مهم که بعضا بچه‌ها فراموش میکنن و وقتی مولتی سکشن میزنین و چند تا اسکچ میفته روی هم دیگه، بعد ارور میده و نمیدونیم این ارور از کجاست. حتما یادتون باشه وقتی که کار تموم شد اسکچ آنالیز رو حتما بزنید. خب این دایره که اینجا هستش انتخاب میکنیم، عدد 20 بهش میدیم، یه دایره به قطر 20 که مرکزش روی این خط هستش. ولی قبل از اینکه بیایم بیرون میتونیم از روی این منو زیر این اون قسمتی که ذره بین داره روی اسکچ ببینیم. خب بجز اینکه ما یه دایره وسته داریم، یه دونه نقطه هم داریم که اینجا برای ما حتی وارنینگ هم زده. ما برای اینکه این نقطه رو نداشته باشیم و اذیتمون نکنه، چون شکل بستمون رو اینجا داریم، برای اینکه این اذیتمون نکنه، یا میتونیم با زدن روی این دکمه کلن این نقطه رو حذف کنیم، یا میتونیم با زدن روی این نقطه حالت خدچینش کنیم و بگیم که از این استفاده نکن. اینو انتخاب میکنیم و خدچین میکنیم. حالا از دایره که کشیدیم میایم بیرون، صفحه بعدی رو انتخاب میکنیم. اینجا یه اسکچ میکشیم. اسکچ که این دفعه میخواییم بکشیم یک لوبیایی هستش. انتخاب میکنیم لوبیاییمونو و شکلمون رو اینجوری رسم میکنیم و هنوز اندازه هاشو ندادیم. خب اندازه رو همونجوری که اونجا 20 دادیم اینجا هم 10 میدیم و نمیخواییم که فعلا تفاوت اندازه باشه و مقدار این وسطیش هم باشه عدد 10. خب میچرخونیم. ما همونجوری که توضیح دادم میخواییم که این خط مرکز سطح مقطعمون باشه. پس این نقطه رو میتونیم انتخاب بکنیم، کلید کنترل رو بگیریم و این خط رو هم انتخاب بکنیم. این دوتا وقتی با هم دیگه انتخاب شدن میتونیم این رو بزنیم Constraint Definition و دکمه Mid Point رو انتخاب کنیم که این نقطه میاد وسط این خط قرار میگیره و شکل ما کاملا مقید میشه و سبز سبز. خب از اسکچ خارج میشیم، میریم سراغ اسکچ بعدی. حواسمون باشه این اسکچ ما دیگه نقطه نداره مثل اسکچ قبلی. اینجا میریم توی اسکچ و به جای اینکه لوبیای رسم بکنیم، ما میخوایم یک بیزی رسم کنیم. خط وسط رو میگیریم، بیزی بزنیم. خب برای اینکه ما قطر بیزی رو رسم کنیم، این اندازه رو میگیریم و میزنیم. اینجا میتونیم اون قطر بیزی رو بدیم که عدد 30 باشه. اما یه موضوعی که پیش میاد، ما الان دوستان میپرسن که خب حالا اون یکی قطر بیزی رو چجوری بدیم؟ وقتی که شما روی این کلیک میکنید حالت عادی یه دونه قطر رو بهتون میده، اما وقتی کلیک راست کنید، حواستون باشه کلیک راست میکنید قبل از اینکه اندازه رو وارد کنید کلیک راست کنید و بزنید سمینور اکسیس، قطر دوم بیزی رو به شما میده و شما میتونید این اندازه رو تغییر کنید بدیم 15 باشه. پس چجوری شد من اینو انتخاب میکنم و با دیلیت حذفش میکنم، دوباره میزنم، اندازه گذاری رو انجام میدیم. اینجا که یادتون باشه من کلیک نکردم، قبل از اینکه کلیک چپ بکنم کلیک راست رو انجام میدم، میزنم سمینور اکسیس و اینجا اندازم رو قرار میدم. خب شکل من کاملا تعریف نشده. چرا؟ چون توی این محور میتونه حرکت بکنه و من گفتم که برای ما مهمه که این شکل ما مرکزش روی این خط باشه. خب دوستان برمیدارن که مثل مثال قبلی این نقطه رو انتخاب میکنن، کلید کنترل رو میگیرن، این خط رو هم انتخاب میکنن، اینجا میان کوینسیدنس میزنن. اما این دستور اصلا دستور خوبی نیست. چرا این دستور خوبی نیست؟ چون که این منحنی روی این صفحه به این صورت دیده میشه.
به صورت یک خط دیده میشه و این نقطه ما سر جای خودش نمیمونه. خب باید چیکار بکنیم که این اتفاق بیفته؟ پشت این دستور پروژکت 3D یه دستوری داریم به اسم Intersect 3D Elements. این رو که انتخاب بکنیم سطح تماس یا تقاطع بین این خط و این صفحه که الان اسکیچ هستیم داخلش رو میتونیم بگیریم. اینو که انتخاب کنیم نقطه ای که این خط از توی این اسکیچ میگذره رو به ما میده. خب انتخاب میکنیم الان که این نقطه روی این نقطه قرار بگیره و امروز میخواییم با این دستور کار بکنیم. این نقطه رو انتخاب میکنیم، نقطه وسط رو هم انتخاب میکنیم، این رو میزنیم. کوینسیدنس قیدی هستش که باعث میشه دوتا چیز دقیقا روی هم بیافته. کوینسیدنس رو میزنیم، این دوتا نقطه دقیقا روی هم میافتن و شکل ما تموم هستش. خب حالا کاری که باید انجام بدیم، اسکیچ آنالیز رو میزنیم، میبینیم که اینجا نقطه داره، انتخاب میکنیم نقطه رو، خطچینش میکنیم، شکل ما بسته است. خب برای قسمت بعدی، برای اسکیچ بعدی، چون که نقطه داریم دیگه نیاز به این دردسر نداره، خیلی راحت انتخاب میکنیم. این دفعه هم میخواییم یه دایره ساده باشه به قطر 15. و انتخاب میکنیم بعدش، این دفعه با این دستور انتخاب میکنیم، این نقطه رو انتخاب میکنیم، این نقطه رو انتخاب میکنیم، اندازه فعال میشه و داره به ما اندازه میده. اما قبل از اینکه من کلیک چپ بکنم، اگه کلیک راست بکنم و بزنم کوینسیدنس، دقیقا منطبق روی هم میشه. الان اگه این رو بزنم کاملا اوکیه. از کجا میفهمم اوکیه؟ از اینکه اینجا نوشته کلوزد. وقتی نوشته باشه کلوزد، شکل من بسته است، چیز اضافی هم نداره. خب از شکل خارج میشم، میام یه دونه چیز کوچولو هم اینجا میخوام برای اینکه تموم بشه کار. انتخاب میکنم یه دایره قشنگ به قطر 3 میلیمتر که میخوام مرکزش، مرکز این دایره، کنترل رو میگیرم این نقطه با هم دیگه باشه کوینسیدنس. خب حالا ما این اسکچ هامون رو کشیدیم. حتما یادتون نره هر کاری که میکنید حتما سیو بکنید، این رو هیچ وقت فراموش نکنید. خب حالا ما میخواییم دستور مولتی سیکشن رو اجرا کنیم. مولتی سیکشن رو میزنیم، به ترتیب اسکچ ها رو انتخاب میکنیم و خیلی حواسمون با کلوزینگ پوینت هاش باید باشه. این رو انتخاب میکنیم، کلوزینگ پوینتش اینجاست، این یکی رو انتخاب میکنیم، کلوزینگ پوینت اینجاست، جهت به این وره، این یکی انتخاب میکنیم، کلوزینگ پوینتش. جالب نشد، اون چیزی که ما میخواستیم نشد. خب باید یه کاری بکنیم که این چیزی که ما میخواییم بشه، یعنی به این سمت بیفته. خب برای اینکه یک راه حل برای این موضوع پیدا بکنیم، ما باید یک نقطه روی این شکل همون بتونیم نصب بکنیم که جدا از اینکه اسکچ ها رو میکشیم، اون نقطه ها رو هم انتخاب بکنیم. اما اون نقطه ها زیاد لازم نیستش که دقیق هم باشه، اما خب میتونیم دقیق هم رسمش کنیم. برای اینکه ما بتونیم بخوایم یه نقطه دقیق رسم بکنیم، میتونیم اینو انتخاب بکنیم، این شکل رو انتخاب میکنیم و نقطه که میخوایم بگیریم قسمت بیرونی شکل هستش، اینجا انتخاب میکنیم، اوکی، یک نقطه اینجا رسم شد. حواستون باشه این نقطه‌ای که ما میکشیم جدا از اسکچی هستش که اینجاست و توی درخت طراحیمون یک چیز جداگونه است. این نقطه رو انتخاب میکنیم، اینجا این وسط هم انتخاب میکنیم، یه نقطه هم اینجا بود، این نقطه این شکل این وسط ها باشه. این نقطه این شکل اینجا و این نقطه این شکل کوچولو به سمت بالا.
خب حالا ما خیلی راحت میتونیم مولتی سکشن اونو بگیریم، یکی یکی اسکچ ها رو با احتیاط انتخاب میکنیم، نقطه‌ش هم انتخاب میکنیم، جهتش رو به اون بر. این یکی اسکچ رو انتخاب میکنیم، نقطه‌ش هم انتخاب میکنیم، جهتش اون بر. این یکی اسکچ رو انتخاب میکنیم، این نقطه‌ش، جهتش هم درست. این اسکچ، این نقطه، جهتش رو به راسته. همه این جهت ها رو به راست است. این یکی اسکچ، این نقطه و این هم جهتش رو به اون بر. خب در کنار این ما میتونیم توی قسمت اسپاین انتخاب بکنیم که این خط ما محور اصلی باشه. قبل از هر کاری که بخواین انجام بدین حتما پریویو رو بزنین. از ما میخواد که حالت ریشیو رو فعال کنیم. میریم توی کوپلینگ، حالت رو روی ریشیو میذاریم. پریویو میزنیم. خب شکل ما رسم شد. خب حالا بعد از اینکه ما اینو کشیدیم میخوایم که یه سری تغییرات بهش بدیم. میخوایم که شکلمون یه قسمت هایی مثل این قسمت بزرگتر بشه. چرا؟ چون که ما اون اندازه ها رو بهش ندادیم. دستور مولتی سکشن رو اینجا میتونیم مثبت بزنیم کنارش و باز بکنیم و این اسکچ هایی که اینجا هستن رو، اولی رو اگه بگیرم، دکمه شیفت رو بگیرین، آخری رو بگیرین، همه رو انتخاب میکنم. کلیک‌راست میکنیم، شو میکنم. خب انتخاب میکنم این یکی رو، این یکی اسکچی که اینجا هست، و دایرهش رو بزرگتر میکنم، دایره 20 میزنم. خب میبینیم که این قسمت شکل جوندارتر شد، ولی باز هم این قسمت به نظر ضعیف میرسه. بیزی رو انتخاب میکنیم، این یکی میکنیم 20، میایم بیرون، میبینیم که این قسمتش هم خوب شد. باز اگه اینو بکنیم 25، خیلی بهتر هم خواهد شد. خب خیلی ممنون که تماشا کردین این دستور رو. این تمرینی که شما الان باش مواجه شدید میشه گفت جزء پیشرفته ترین قسمت هایی هستش که توی مولتی سکشن استفاده میشه. پیشرفته تر از این هم هست باز توی مولتی سکشن، اما ما ترجیح میدیم این قسمت از مولتی سکشن رو تا اینجایی که هست توی محیط پارت بذاریم و راجع به پیشرفته ترش توی محیط سورفیس صحبت بکنیم. و یادتون باشه که مولتی سکشن سالید و مولتی سکشن سورفیس خیلی شبیه هم دیگه است. خب اگه دیدید که این تمرین خیلی خوب بود، مفید واقع شد، حتما ما رو لایک کنید، حتما کامنت بذارید. یادتون باشه که ما رو فالو کنید، به دوستاتون معرفی کنید. این تمرین ها رو هم حتما انجام بدید. واسه من کامنت بذارید ببینید که هر جا که مشکل پیدا کردید توی این تمرین ها حتما من بگید. خیلی خوشحال میشم راهنماییتون کنم. با تشکر فراوان، خداحافظ شما.